خب ما قرار نیستش که با نوت پد بیایم وبسایت طراحی بکنیم، اصلا کار درستی هم نیست چون سخت میشه. آره زمین جوته خیلی سخت میشه و قرار هستش که نرم افزارهای خیلی خوب استفاده بکنم. من نرم افزار جت برینز استفاده میکنم، ولی نمیدونم ویندوز های شما چیه. ممکنه ویندوز هاتون 7 باشه 8 باشه، در واقع تر نداشته باشید و قدیمی باشه. گرچه بچه هایی که میمدن سر کلاس اینجا حالا تو لپتاپاشون که میمدن اکثرا 7 بود. ما توی 7 یه ذره مکافات داریم نصب کردن این جت برینز ها رو، چون جت برینز در واقع شرکتی که هستش، یکی که باید کرکش بکنید و باید حتما جاوا نصب داشته باشید. بعد بحث جاوا وریبل هستش توی این در واقع انوایرمنت وریبل هاتون توی پی سی آی کامپیوتر. خب از منم چی میگن؟ یکم مکافات باش کار کردم. خب من فعلا شما که نزدیک ندیدیم، ولی حالا حتما صحبت میکنم که اگر بشه اون در واقع بعد از اینکه دور انجام شد، برای اینکه پروژه رو انجام دادید و اینها، یه جلسه حضوری حالا حتما سر کلاس بیام که حالا اگر رفع اشکالی باشه یا نزدیک در واقع بخوایم پروژه ها رو ببینیم و یا حالا هر حرفی باشه در واقع اون جلسه هم دیگه رو ببینیم و با هم صحبت بکنیم. ولی خب در کل چون من بهتون دسترسی ندارم و نمیتونم بهتون کمک بکنم که نرم افزار رو نصب بکنید، نرم افزار نصب کردنش یکم مکافات داره. ولی خب در کل ببینید توی وبسایت خود من این دوره فول استک که اینجا هست، فول فرانت ببخش میگم فول استک، این دوره فول فرانت من داشتم اینجا، این آشش این خب 300 خورده فیلمه. اینجا در واقع میتونید شما بیاید این نرم افزار وب استورم رو، خب برای شرکت جت برینز خیلی قدرتمنده، خیلی نرم افزار خوبیه، خب میتونید ازش استفاده بکنید. ولی خب این نصب کردنش دردسر داره، اینو باید در واقع اینجا کنار من باشید، من براتون در واقع ببینم چه ارورهایی رو ممکنه بده و نصب نشه نیاد بالا و هر اتفاقی بیفته. بذار این رو من میسپارم به خودتون، برید فیلم ها رو اینجا ببینید، آموزش نصبش هم گذاشتم، برید ببینید، سعی کنید ببینید میتونید نصب کنید یا نه. اگر تونستید که خب همین چیزایی که من الان میخوام بگم رو میتونید روی در واقع وب استورم اجرا بکنید. ولی خب ما میخوایم از نرم افزار وی اس کد استفاده بکنیم یا ویژوال استودیو کد میخوام استفاده بکنیم. نرم افزار خیلی سبکه، با هر سیستم عامل یا او اس هم، اپریشن سیستمی هم اوکی هستش و میتونید نصبش بکنید بدون اینکه پلاگین خاصی رو در واقع بخواید نصب بکنید یا یه کار خاصی رو بخواید انجام بدید. خب فعلا ما در واقع میخوایم از ایشون استفاده کنیم. هر جفتشون هم توی بازار کار کاربرد دارن، یعنی هم در واقع وی اس کد هم وب استورم. حالا چرا بقیه در واقع وب استورم رو ترجیح میدن؟ به خاطر اون هوشمندیش و اینتلیجنسش و قدرتی که داره، خیلی قدرتمنده. ولی خب باز وی اس کد هم میتونید استفاده بکنید، به همون قدرت هستش و میتونید ازش بهره ببرید، هیچ فرقی هم نداره، یعنی دقیقاً شبیه به هم دیگه هم هست، آنچنان فرقی هم نداره. خب میایم برای اینکه نرم افزار رو دانلود بکنیم که بخوام بریم صفحات وبمون رو شروع کنیم در واقع درست کردن، گوگل رو سرچ میکنید و وی اس کد رو مینویسید. در واقع سایت کد visualstudio.com میاد، این با اون ویژوال استودیو فرق میکنه، این اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن و اون اصلا برای زبان سی شارپ هستش و شما میخواید فریم ورک مثل چه ASP و ASP Core و اینا میخواید استفاده بکنید برای زبان سروری و ویندوز اپلیکیشن نوشتن از این حرفاست، اصلا نمیخوام بریم سمتش. این کاملا سمت در واقع یه دونه نرم افزاری هستش که با یه فریم ورک جاوا اسکریپت به نام الکترون جی اس در واقع نوشته شده و خیلی هم قدرتمنده و سرعتش هم خیلی بالاست و خیلی از موارد دیگه و میتونید شما همه چی باش بنویسید، از سی گرفته تا سی پلاس پلاس و پایتون و البته من ترجیح نمیدم پایتون اینا رو بخواید بنویسید، پایتون خود نرم افزار پایچارم هست یا پی اچ پی حتی میتونید باش بنویسید، باز خود پی اچ پی استورم هست، جاوا میخواید مثلا میتونید بنویسید، باز خود اینتلی جی هست، ولی خب بیشتر به درد فرانت میخوره اگر هم بخواید استفاده بکنید. روش کلیک میکنیم،
این اپریشن سیستمش رو خودش در واقع فهمیده چیه، برای اپریشن سیستم من رو، او اس من رو، در واقع ویندوزی که روی کامپیوتر من نصب شده رو فهمیده. ویندوز هستش، ممکنه برای شما لینوکس باشه، اینجا می‌نویسه لینوکس، در واقع دانلود میکنم برای لینوکس. من در اینجا بهم میگه که من میخوام برای ویندوز در واقع برات دانلودش بکنم چون سیستم عامل ویندوزه. میگم آره. میگه استیبل، در واقع ساخت اون استیبلش رو هم برات میخوام بگیرم. میگم باشه، روش کلیک میکنید، اینجا چند لحظه صبر میکنید. خب میاد اینجا شروع میکنه دانلود کردن. اگر به هر نحوی دانلود نکردین، روی دایرکت دانلود لینک کلیک بکنید، در واقع میاد براتون لینک رو در واقع دوباره جنریت میکنه و اجازه میده که دانلود بکنه. خب خیلی ساده بود، یعنی زیاد سخت نبودش. از این ابزار خیلی میشه استفاده های مختلف که حالا این داره دانلود میکنه، به درد پایتون میخوره، مثلا شما میتونید باش پایتون بنویسید، به درد مثلا پی اچ پی میخوره، لاراول میخواید بنویسید ازش میتونید استفاده بکنید. خیلی سبکه. ولی خب ریاکت مثلا بخواید استفاده بکنید، ویو جی اس بخواید استفاده بکنید، ولی خب من توصیه هم نیستش که سمت بک‌اند از این استفاده بشه یا زبان سمت سرور. حالا شاید سلیقه‌ای باشه، چون نرم افزار هستش مثلا پی اچ پی، پایتون، اینتیج، اینا برای جت بریس خیلی قویه. این انقدری اینتلیجنسش یا هوشمندیش بالا نیستش، خوبه ولی خیلی بالا نیست. خب وایمیسیم تا دانلود بکنه، میارم میکشمش تو صفحه هم ایشون رو، خیلی نصبش هم ساده است. میبینید من اینجا اینو دارمش، خب ویژوال استودیو کد رو. قبلش من یه دقیقه من این رو از کنترل پنل هم پاکش بکنم، ویژوال استودیو کد رو. این هاشش اینجا در واقع، بقیه رو پاک نکن. آه شما که ندارید اصلا همسان این مایکروسافت ویژوال استودیو کد رو من روش در واقع کلیک میکنم که پاک بشه و دیگر هم وجود نداشته باشه. کلی هم روش پلاگین اینا نصب کرده، اشکال نداره دوباره نصب بکنید، شما هم یاد بگیرید. خب میگه ساکسسفولی شد، اوکی. دیگه هم میبینید اینجا وجود نداره. من میام اینجا دو بار روش کلیک میکنم، ران رو میزنید، اکسپت میکنید و نکست میکنید. میگه میخوام برم توی در واقع این مسیر قرارش بدم، میگم اوکی برو قرارش بده، اسمش رو همین بذارم، میگم بذار. میگه میخوای کریت بکنم تو صفحه، نمیخوام، میخوای باز بشه یا اتفاقای دیگه بیفته، نمیخوام. اینستال رو میزنید، تموم شو بره و منتظر میشیم تا ایشون اینستال بکنه برامون، نصب بشه و بریم شروع کنیم با در واقع ستینگ هاش، یه مقدار معرفتن و کار کردن، بفهمید به چه صورت هستش. ستینگ های اولیش رو یاد بگیرید تا مرور زمان با هم دیگه میریم جلو، بیشتر بیشتر یاد بگیرید. خب خودش میاد اینجا اجرا میکنه به این شکل، نمیخوام میبندمش. این یه پروژه از قبل در واقع تو کشش مونده بود، من هم باز. خب این هم که نرم افزار است، میرید دانلود میکنید دیگه. من این رو پاکش میکنم چون صفحه دسکتاپ هم نباشه. خیلی راحت میری فیلم رو نگاه میکنه، میبینی کجا هستش، میری دانلودش میکنه و نصبش میکنه. دکمه ویندوز رو که بزنیم، یه ویژوال که بنویسی، ایشون اینجا تشریف دارن و یه کلیک راست که بکنی میتونی در واقع توی این آدرس برای شما آدرس پایین میشه. من آدرس بالا قرار دادم، حالا به خاطر لینوکسی که استفاده میکنم، میخوام محیط ویندوزم شبیه لینوکس باشه، میخوام اینو پین تو تسکارش بکنم. ببینید اومد اینجا قرار گرفت، شما هم این کار رو انجام بدید. حالا پایین بذارید تو منو پایینه. من الان اومدم اینجا پینش کردم، میام و روش کلیک میکنم. خب اینا رو شو دفعه قبل من در واقع این رو داشتم، من یک کلوز ویندو میکنم. خب ببینید پروژه شما بار اول که میاد در واقع میاد این ویژوال استودیو میاد باز میشه، میاد این شکلی نمایش داده میشه. ریسنت یعنی پروژه های اخیر که اصلا شما ندارید این رو، هلپ داره، استارت داره، میگه میخوای نیو فایل کنم، میخوای اوپن فولدر کنم، میخوای کلون در واقع ریپوزیتوری کنم، میخوای مثلا یه سری موارد مثلا جاوا اسکریپت و جاوا و پایتون و پی اچ پی، اینا اصلا شما ربطی نداره، اصلا نباید هم نصبش بکنید. میخوایم مثلا مدل های مختلف، به اینا کاری نداشته باشید فعلا. او من میام
اینجا توی این قسمت ببینید اکستنشن، شما باید یه سری برای نرم افزارتون اکستنشن نصب کنید. خب ببینید این نرم افزار شما وقتی روش کلیک میکنید میاد بالا یه همچین صفحه رو خواهد آورد و یه سری اینجا پنجره میبینید اکسپلوره، اینجا چیه؟ قرار پروژه های شما بیان اینجا قرار بگیره، من میبندمش. سرچ چیه؟ قرار مثلا این بیاید اینجا یه چیزی رو سرچ کنید، مثلا بیاد بره تو این پروژهتون که اینجا وجود داره بیاد سرچ کنه ببینه وجود داره یا نه. مثلا من CSS میزنم میاد میره شروع میکنه تو تمام فایل ها دنبال CSS میگرده. خب اصلا هیچ چیز شق القمری هم نیست، چیز سختی هم نیست. این پروژهتون میاد اینجا قرار میگیره، این قسمت اکسپلوره یا در جایی هستش که پروژهتون میاد تعریف میشه، یه پروژه رو اینجا قرار میدی هیچی، این میاد سرچ میکنه تو پروژه داره هر چیزی که وجود داشته باشه. اینجا مثل گیت هستش، مثل در واقع سورس کنترلراتون اینها، گیت رو به مرور زمان یاد میگیریم. ما دو یا سه تا آیتم گیت رو ما میخوایم توی این دوره به شما یاد بدیم، چجوری یه پروژه رو روی گیت قرار بدید، چجوری کلونش کنید. اگه تایم اضافه آوردیم حتما در مورد گیت هم به صورت کامل صحبت خواهیم کرد. بحث دیباگ کردن داریم، این دیباگ ها برای جاوا اسکریپت و پایتون و پی اچ پی و اینا میتونه استفاده بشه، اصلا به این دوره شماش ربطی نداره. یعنی من اینجا دیباگر رو نمیخوام ازش استفاده بکنم، یعنی اگه بیاید تو این قسمت ران اینجا مثلا بحثای استوب دیباگینگ و چه میدونم ران کن بدون دیباگ کردن و اینا همش هم میگم این نرم افزار کامل هستش که تمام نرم افزار در واقع تمام زمانهای برنامه‌نویسی رو میتونه برای شما در واقع ساپورت بکنه. پس من با این که اصلا کار ندارم، این ترم با این ترم اصلا با این کاری ندارم. اینجا هم با این سورس کنترله، حالا بعدا گیت رو خودمون آشنا خواهیم شد، اصلا اینجا باش کاری نداریم. پس این سرچ میکنه، این قسمت هم سرچ هستش که بیاد بره توی پروژه من سرچ بکنه ببینه چه چیزایی وجود داره، این هم اصلا باش کاری نداره مثلا عملا. ولی این گزینه اکستنشن، این اکستنشن هم خیلی باش کار. خب بیام اینجا اینو من درشتش میکنم. ببینید شما این نرم افزار قابلیت زیادی که داره این هستش که به شما کمک میکنه که بیاید یه سری پلاگین روی این نرم افزارتون. پلاگین میشه چی؟ مجموعه ای از کدهایی که به شما کمک میکنه که مثلا یه سری اتفاقها رخ بده توی این نرم افزارتون. مثلا من یه پلاگین چه بدونم مثلا بوت استرپ نصب میکنم، خب به من این قدرت رو میده که بیام توی پروژم از بوت استرپ استفاده بکنم، از در واقع هوشمندی بوت استرپ استفاده بکنم، اینتلیسنس بوت استرپ استفاده بکنم، از قدرتش بیام استفاده بکنم. یه آپشن رو به من توی در واقع نرم افزارم اضافه میکنه، یه آپشن رو شما فرض کنید اضافه میکنه. پس من میتونم بیام اینجا، این اکستنشن ها کلی پلاگین داره که شما میتونید اینجا بیاید نصب کنید، مثلا سی پلاس پلاس شما میتونید بیاید اینجا پلاگین سی پلاس پلاس رو نصب کنید و سی پلاس پلاس بنویسید دیگه. مثلا بیاید پایتون بنویسید، نگاه کنید من میام اکستنشن پایتون رو میزنم، میان اینجا به من اجازه میده مثلا من توی این نرم افزار پایتون بنویسم، میام اکستنشن در واقع پی اچ پی رو نصب بکنم، بیاد مثلا اجازه بده من پی اچ پی بنویسم، بیام لاراول بزنم برای من اجازه بده بیام لاراول در واقع اینجا کار بکنم، چه میدونم بیام جاوا کار بکنم. این نرم افزار قابلیت به من میده. حالا واقعا این نرم افزار کارش این نیست ها، ولی خب قابلیت به من میده دیگه، حالا میتونید در واقع ازش استفاده کنید. ولی توی فرانت ما قرار هستش که یه سری مطالب رو یا یه سری موارد رو ما یه سری پلاگین ها رو بیاریم توی این قسمت فعلا نصب کنیم. فعلا برای این اول کارم من یه سری تم میخوام، این تم خاکستری خودش خوشم نمیاد، این متریال رو کافیه سرچ بکنیم. ببینید این متریال تم توی وب استورم هم هست، اگه فیلماش رو ببینید یه تم هستش که اینجا دارید میبینیدش، این متریال تم هستش که 3 میلیون خورده نصبش کردن، 4 تا ستاره داره این ریتش که دارید میبینید. و اینجا هم میبینید که در واقع گزینه آنستال رو برای من گذاشته. خب من این رو در واقع چون حالا اومدم تو کنترل پنل نمی نرم افزار رو پاک کردم دوباره نصبش کردم، این پلاگیناش مونده تو اون مسیر. خب من در واقع نیاز ندارم نصبش بکنم، ولی شما اگر بزنید روش، حالا اگر آنستالش بکنم بزنید برای شما بزنید ریلود بشه، حالا اگر من اینجا متریال رو سرچ بکنم
یعنی این متریال این گزینه آیکون اینستال میاد، میتونید در موردش این پایین هم ببینید، یه سری چیزها رو این پایین ببینید، میگه این چی هست، چه کاربردهایی داره، میتونید بخونید حالا اینو دست خودتونه. این گزینه اینستال رو بزنید میاد این پلاگین در واقع نصب میشه و شما میتونید کلی تم به پروژهتون اضافه، میبینید این تم اضافه شد، متریال تم، یا مثلا این های کنتراست که بودش اینجا، یا حالا مثلا مقادیر یه تمای دیگر رو بیاد انتخاب بکنید. این آیکون هم همینطور، شما این متریال آیکون رو هم نصبش بکنید. من این رو آنستالش میکنم، بزنید دوباره ریلود بشه. این آیکون های بغل رو میبینید، در واقع این متریال آیکون که من اومدم زدم برای من این آیکون ها رو قرار میده. من روش کلیک میکنم و اینستالش میکنم و این هم برای من اینستال شد. این آیکون که میبینید مثلا HTML آیکونش کجاست؟ برای یعنی پیداش بکنیم، یه آیکون داره HTML، این هاشش آیکون، این HTML فایل شبیه 5 هستش که حالا توی قالب قرار گرفته، اومده مثلا به این شکل آیکوناش رو قرار میده. خب بیایم میخوام ما این نرم افزار آشنا بشیم. پس من متریال آیکون تم رو براش نصب کردم، متریال تم رو نصب کردم، اینو هم میتونید نصب بکنید، متریال تم آیکون ایشون رو هم نصب بکنید. یه دونه هم دارم به نام اوپن، این اوپن رو سرچ بکنید، این در واقع ویندو، این بروزر. خب این اوپن این بروزر که دارید میبینید برای شما در واقع نصب نیست. خب من الان برای شما همین شکلی هستش که دارید میبینید، اینستالش بکنید. خب اینستالش بکنید که در واقع به شما چیکار بکنه، اجازه بده که وقتی که کدتون رو میخواید اجرا بگیری از یه در واقع شورت هندی میخواید استفاده کنیم به نام شیفت آلت بی، یا کلیک راست بکنیم روی پروژمون خروجی رو مثلا توی کروم ببینیم یا توی فایرفاکس ببینیم. وقتی این رو نصب نکنید اجازه نمیده در واقع از این نرم افزار خروجی بگیرید و ببینید. این اوپن این بروزر پس باید نصبش بکنید. اوپن این بروزر ببینیدش اینجا، اوپن این رو بزنه خودش براتون نفر اول میاره، اصلا زیاد چیز سختی هم نیست. پس اوپنینگ بروزر رو نصب میکنید، متریال تم رو نصب میکنید، متریال آیکون رو نصب میکنید، همین ستا برای من فعلا کفایت میکنه. بعدا میایم حالا برای بحث CSS داریم، اینتلیسنس CSS داریم، همه اینها رو میتونیم بیان نصب بکنیم، خیلی بهمون کمک میکنه تو پروژه طراحی کردنمون و خروجی رو گرفتن. خب من این رو هم میبندمش، این رو هم فعلا میبندمش. خب این تمی که دارید اینجا میبینید شاید تم زیاد جالبی نباشه، این گزینه رو میبینید اینجا، این منیج رو روش بزنید، این کالر تم نوشته، خب روش کلیک که بکنید کل تماتونه که اینجا هستش، هر کدومی که دوستانه انتخاب کن. مثلا من از دارک ویژوال استودیو خوشم میاد، مثلا این شکلش، خب دوست نداری بیا برو یه رنگ دیگه انتخاب، مثلا متریال تم دارکر، این رو مثلا من تو پی اچ پی هم از این استفاده میکنم، خیلی خوبه. دیگه دوست نداری این کالر تم رو بزن، زیاد داره مثلا اینا که نصب کردی، مثلا این شکلی، حالا هر کدوم که خودت خوشت میاد، حالا اون بستگی به خودتونه. من متریال تم دارکر رو انتخاب میکنم، خوبه و این میشه تم من. پس من اومدم سه تا پلاگین رو نصب کردم، یکی متریال آیکون بود اینجا قرارش دادیم، پس متریال آیکون بود، متریال تم بود و اوپنین بروزر، این سه تا مقداری بود که ما اومدیم نصب کردیم. کلی اینجا دیگه پلاگین هستش، با مرور زمان تو پروژه‌مون که بخوایم انجام بدیم از این 7 8 تا دیگه پلاگین ما احتیاج داریم برای این دوره، نصبش می‌کنیم، بقیه‌اش به شما اصلا کاری نداره. چه میدونم من برم پایتون نصب کنم، برم پی اچ پی نصب کنم، سی پلاس پلاس، بلدی خب برو نصب کن باهاشون کار کن، اگر بلد نیستی من توصیه نمیکنم با این نرم افزار این کار رو انجام بدی. نرم افزار خاص خودش رو داره، مثلا سی کد پلاکس هست شما میتونی استفاده بکنی، پای چارم مثلا پایتون، پی اچ پی در واقع پی اچ پی استورم هستش، جاوا اینتلی جی هستش، اندروید اندروید استودیو هستش، از این استفاده نکنید. خود در واقع پوشه بندیشو کار کردن باش خیلی سخت. خب بیایم بریم تو فیلم بعدی یاد بگیریم که چجوری میشه یک پروژه ساخت و بریم که یه ذره HTML رو تو این نرم افزار کار کنیم.